لهستان رادکان واقع در بخش مرکزی شهرستان چناران، واقع در شمال غرب شهرستان چناران است که 24 کیلومتر با شهرستان فاصله داره و 70 کیلومتر با مشهد مقدس. رادکان جمعیتی بالغ بر 3000 نفر دائم داره و در فصلهای تابستان حالا برداشت محصول تا 5500 نفر هم میرسه، که این روند از 10-15 سال پیش به لحاظ اومدن کشت زعفران به این منطقه خیلی گسترش پیدا کرده و همچنین بحث گردشگری و بومگردی که اتفاق افتاده. که شمال ما رشتوکوهای هزار مسجد و جنوب ما رشتوکوهای بینالود قرار گرفتن. قدمت روستای رادکان که البته به حق باید گفت شهر تاریخی و چه بسا باستانی رادکان که قدمت 4000 ساله داره و حتی بعضی از مؤلفات تا 6000 سال هم در کتاباشون اعلام کردن. در 3 کیلومتری روستای رادکان پای برج نجومی خواجه نصیر، ولی از نظر ما مردم میگیم میل رادکان، معروف میل رادکان است، اما اون چیزی که هست برج نجومی خواجه نصیر در قرن 8 هجری ساخته شده است که مهندسی آن توسط خواجه نصیر طوسی است. بخوام به اسناد تاریخی مراجعه کنیم، اولین سند تاریخی مربوط به کتابی است در قرن 9، کتاب جغرافیای تاریخی حافظ ابروی خافی، که ایشون یک جمله معروفی داره، میگه که خواجه نصیر را در قریه رادک برجی است 12 دریچه و در هر دریچه ماه 9 شدی، منظور از نور خورشید در هر دریچه اون میباشد. تا چند سال پیش ما اهالی فکر میکردیم مقبره یکی از سلاطین میباشد، سلاطین حالا سلجوقی یا ایلخانان، که چند نویسنده خارجی به اینم اشاره کرده بودند. اما علاقه شخصی به نام آریان باعث شد 3 سال شبانه روز اینجا تحقیق کرد و به این نتیجه رسید که این یک اثر نجومی است، یک ساعت خورشیدی است. بعد از اینکه مشخص شد این برج جنبه نجومی داره، بیشتر ما اهالی بیشتر پی به این اهمیت این موضوع بردیم و از سراسر کشور ما، حتی ما داریم هفته یا در ماه توریست خارجی داریم، آلمان، فرانسه، آخرین مورد یک زوجی بود از ایرلند اومده بودن. بیشتر توریست هایی که وارد اینجا میشن توریست های غیر عرب و از کشورهای غربی میان، بر حسب علاقه ای دارن یا در کتبشون دارن. ساخته شدن برج در این منطقه تو مسیر مسافران یا مسیر کاروانسراها بوده، از مسیر مشهد به سمت قوچان. رادکان تا سال 1348 به صورت در تقسیمات کشوری به صورت بخش مرکزی بوده و از اون به بعد حالا به صورت روستا و بعدش هم مرکز دهستان اعلام شده. رادکان فعلی که ما الان هستیم
از زمان افشاریه به جا مونده که هنوز هم برج و باروها و حصارهایی که از همان زمان بنا شده هست که آثار زیادی هم در دلش جای داده، مثل حمام قدیمی، مسجد جامع، یختان و همون برج و باروهایی که بنا شده. رادکان همانطوری که گفتیم تاریخ چند هزار ساله با فراز نشیب های زیادی داره. رادکان فعلی، رادکان سومه به اصطلاح مردم، که توسط میرزا قلی فرزند نادرشاه افشار در دوره افشاری ساخته شد. میرزا قلی برای خدمات مردم، خدمت به مردم، چند تا مکان تأسیس کرد به رفاه مردم، از جمله یختان بود، ارگ حکومتی، مرکز حکومتی بود، برج و باروهای نگهبانی، کاروانسرا. در رابطه با یختان که بخوام توضیح بدیم، اون زمان از شبهای سرد زمستان، از آب رودخانه رادکان خیلی گوارا هم هست، در زمینهای اطراف سرازیر میکردن. شبهای سرد زمستان یخ میبست، بعد از اینکه یخ میبست، تکهای یخ رو با استفاده از کاهای گندم، اینا رو در قالب بسته‌بندی، ارتفاع یختان 15 متر با عمق 10 متری، در عمق 10 متری یخا رو بسته‌بندی می‌کردن. در فصل گرما بعد از عید، اردیبهشت یا خرداد، به مصرف مردم. حالا صحبت از بین مردم که میگم اون زمان بستنی رادکان هم که بوده، اون زمان هم بستنی داشتن با استفاده از همین یخی که در یختان درست می‌شده. خدمت یختان که گفتیم مال دوره افشاریه، تقریبا 200 سالی میباشد. چند سالی تخریب شد، تقریبا میشه گفت 30-40 سال قبل در قالب گود پهلوانی بچه ها بازی های باستانی رو انجام میدن، گوده به عنوان گود ورزشی استفاده میشد، الان هم بلا استفاده است. انشالله اگر اعتباری باشه، بودجه باشه، میخوام برنامه با توجه به پتانسیل قوی که رادکان بحث گردشگری داره، اینو میتونیم هزینه کنیم و بحث در گود زورخانه، گود ورزشی در قالب سنتی برای جوانای روستا استفاده کنیم. فعالیت‌های عمرانی که تو سال‌های اخیر انجام شده، آسفالت چند تا از معابر فرعی بوده، شنریزی‌های اونا بوده، اولین پایگاه آتش‌نشانی روستا در سطح شهرستان بوده که به همت دهیار قبلی روستا انجام شده، و اخیراً هم ما پارک خطی اینجا داشتیم، سنگفرش‌های معابر، شنریزی کلیه معابر، نامگذاری معابر، احداث پارک کودک و حالا یک فضای بوستان مانندی. اینا همه و همه باعث شده که یک چهره روستا عوض بشه و به سمت زیبایی بهتری پیش بره. ما بافت فرسوده‌ای داریم، یک بافت قدیمی داریم که خوشبختانه با همت بسیاری از عزیزان اون قسمت‌هایی که ارزش تاریخی داشته حفظ داره میشه و اون قسمت‌هایی که از لحاظ تاریخی و معماری ارزشی نداره تخریب و دوباره بازسازی میشه. خب این یکی از کمک‌هایی است که مردم انجام میدن، بازگشایی معابر، اون عقب نشینی‌هایی که برای معابر لازم است، اینا توسط مردم انجام میشه. خیلی از خیرین ما با نظر دهیاری و شورای اسلامی به بسیاری از پروژه ها کمک میکنم. یکی از پروژه هایی که من خدمتتون عرض کنم، بحث سوله ورزشی و پایگاه حوزه بسیج رادکان هست که با کمک مستقیم مردم احداث و کمک شده. یک چیزی در حدود 1200 متر زمین در بهترین نقطه رادکان احداث شد به سپاه پاسداران و عرضم به خدمت شما مبلغ 10 میلیون تومان هم پول نقد، به خاطر اینکه سوله ورزشی با مساحت بیشتری احداث بشه تا ورزش‌های توپی مثل فوتسال هم اونجا بتونن جوان‌های ما ازش استفاده کنن. بزرگی در مورد پیشینه تاریخی تونسته در بحث گردشگری فعالیت‌های بسیار خوبی رو داشته باشه.
به این مطالب باید ما بومگردی رادکان رو هم اضافه کنیم که یک مجموعه با شکوهی به همت های دکتر صادق کاظمیان به نام ارگ رادکان احداث شده و در حال پذیرش مسافر و توریست است و دو تا مجموعه دیگه هم که حالا به لحاظ فیزیکی 60-70% کارشون پیش رفته در حال انجامه که اینا همه و همه کمک شایانی کرده به اقتصاد اهالی رادکان. مجموعه که در حال حاضر پیش رو داریم یه مجموعه تاریخی با قدمت 350 ساله هستش که شامل دو قسمت برج قدیمی روستای رادکان و یک مجموعه الحاقی که مربوط به دارالحکومه قدیمی رادکان و منزل خان قدیمی رادکان می‌شده. این خونه در واقع الان به صورت حیات مرکزی و محور مرکزی کار شده به صورت چهارباغ و به سبک کاملا ایرانی و به شیوه های خراسانی آجرکاری شده که منحصر به فرد خود خراسان هستش. این بنا خونش به کلی تخریب شده در سال 89 و برجی که مونده بوده اونم به صورت نیمه خراب شده بوده که با تلاش ها و زحمات مالک مجموعه آقای احمد کاظمی و به هزینه خودشون توسط میراث فرهنگی و خودشون اونجا مرمت شده. خونه حاضر که الان در نوش هستیم رو پیهای قدیمی همون مجموعه ساخته شده با سبک کاملا ایرانی میشه گفت که نشان دهنده فرهنگ و تمدن خراسان و هنر خراسان به تمام مسافرین و مخاطبین این مجموعه هم از خارجی و داخلی باشه. استارت ساخت این مجموعه از سال 90 زده شده. کل مجموعه سبک این بنا درش کار رفته سبک خراسانی و بخشی از سبک‌های رادی در معماری هستن که بیشتر این دو سبک شامل هنرهای آجرکاری بیشتر هستند تا بخواد هنرهای دیگه باشه و از مسالهی که استفاده کردیم تمام مساله بوم‌آور در منطقه هست که از آجر گل‌آباد استفاده کردیم برای این مجموعه. تاقای آجوری که این تاق تاق نیم دایره است که من تاق انگار ابداعی خود کشور ایرانه بیش از 2000 سال توی ایران قدمت داره. این تاقا در واقع میشه گفت منسوخ شده به خاطر وجود آهن و فلزات این تاقا رو منسوخ شدن و مدت های زیادی کار نکردن که بعد از مدت ها ما تونست این تاقا رو دوباره داریم انجام میدیم. حالا جدا از بحث مهندسیش بحث زیبایی و احساسی که به مخاطب القا میکنه مد نظر بوده. با توجه به اینکه روستای تاریخی رادکان روستاییه که گردشگر پذیره چه داخلی چه خارجی، برنامه‌ریزی رو جوری انجام دادیم که بتونیم مجموعه اینجا بنا کنیم. با توجه به اینکه خب توریست‌ها از تمام ایران و خارج میان، می‌خواستیم فرهنگ و تمدن این منطقه رو و از جمله ایران رو بتونیم به توریستان و مخاطبینمون ارائه بدیم و بعد از اون گفتیم که برای جوانانمون که حالا اول خب اونا که تو خود خانواده بودن و فایل بودن خواستیم اشتغال زایی کنیم، یعنی بتونیم خودمون اینجا رو بنا کنیم، خودمون بگردیمش و بتونیم یک کسب و کار با اقتصاد مقاومتی بتونیم.
بحث شبکه وایتی این مجموعه بحثی هستش که ما بتونیم این مجموعه رو نه تنها به ایرانیان بلکه بتونیم جوری باشه که به تمام جهان بتونن اینو حداقل به صورت مجازی بتونن این بنا رو ازش اطلاعات کسب کنن و ببینن. ما برای این مجموعه تورهای مجازی گذاشتیم که مهندس کامپیوتری مجموعه داره روی اون قضیه کار میکنه که روی سایت آپلود کنه و تمام دنیا بتونن اینو ببینن که همچین مجموعه‌ای هستش. گردشگر داخلی وقتی وارد یک جایی میشه سر شغل مستقیم ایجاد میکنه و اگر این گردشگرها گردشگر خارجی باشن 5 شغل مستقیم. خوشبختانه ما اینجا هم گردشگر داخلی بسیار داریم هم گردشگران خارجی زیادی اینجا میاد. خب شغل‌های مربوط به گردشگری هم در اینجا فعالیت خوبی داره، مثل اصناف، شغل‌های خدماتی که اینها هم روز به روز داره افزایش پیدا میکنه. ما آماری که طی همین چند سال اخیر که ما عضویت شورا رو داشتیم خدمتتون عرض کنم، در راسته بازار رادکان که راسته اقتصادی و صنفی رادکان هست، ما یه چیز نزدیک به 30 مغازه جدید باز شده و الان مشغول به کسب و کار هستن و این یعنی 30 شغل جدید و 30 خانوار جدید. یکی از محصولات معروف و مشهوری که در رادکان هست بستنی سنتی رادکان هست که صاحب این بستنی فروشی و این کارگاه تولیدی بیش از 45 سال سابقه داره و دو تا شعبه هم در مشهد دارن و دو تا هم در رادکان که این حتی گذشته از جدای از بحث تاریخی و گردشگری و طبیعت بک باعث شده که بسیاری از مسافران از شهر مشهد حتی یا حتی استانهای دیگه به خاطر بستنی رادکان میاد. در شهرستان چنارام به دنیا اومدم، بعد 13 سالگی اومدم بستنی رادکان کار کردم. 13-14 سالی است که در کار بستنی مشغول هستم. شوهرعمه من تو همین کار بستنی بود، حدود 45 سال سابقه این کار رو داره. بعد دیگه اول تفریحی می اومدم اینجا کار میکردم، سه ماه تعطیلی و عیدها، بعد دیگه در کنار درس کارم میکردم دیگه. رشته تحصیلی من آبیاری بود و در مقطع ارشدم هواشناسی کشاورزی قبول شدم، دیگه به خاطر کارم مجبور شدم برگردم. در چند سال گذشته نگاه ویژه‌ای به کشاورزی میشد و وامای خوبی داده میشد و تحصیلات خوبی داده میشد، برای من علاقه من شدم به رشته آبیاری. رفتم در رشته آبیاری ثبت نام کردم و دانشگاه قبول شدم. بعد چند سالی که گذشت سخت شده بود کار پیدا کردن، دیگه برگشتم دوباره به کارم. شیر رو ماشین شیر میاره، از روستا جمع‌آوری میکنه و تقریبا یک ساعت و نیم طول میشه تا اون شیر گرم میشه. این شیر در دمای بالاتر از 100 درجه به جوش میاد، حالت استبلیزه تقریبا پیدا میکنه و بعد این شیر داخل همون قابلمه که یک موتور پروانه داخلش هست همونجا سرد میشه یک مقدار، بعد ریخته میشه داخل شیر سرد کن. بعد از داخل شیر سرد کن که به یه دمای مشخصی که رسید، از اون تخلیه میشه داخل میکسر. از داخل میکسر هم که ریخته شد اندازه که لازم هست، مواد شکری هست، گلابی هست، به طور
پشت سر هم ریخته میشه داخل میکسر و یه چیز حدود 20 دقیقه نیم ساعت میچرخه تا اون مواد داخلش حل بشه و بعد از اونجا صاف میشه داخل سطل و از داخل سطل ریخته میشه داخل دستگاه بستنی و دستگاه بستنی هم که روشن میکنیم در حدود 10 دقیقه بعدش بستنی تحویل میده و بعد اون بستنی که یک کمی شل هستش رو داخل یخچال ریخته میشه و چنبه زده میشه. حدود 3 نفر دیگه به طور خیلی مستقیم فعالیت دارم. اکثر کارگر اینجا از فامیلای خودمون هستن. با توجه به فرمول کار اکثرا یا داداشام بودن یا از فامیلای خودمون یا پسرای خود حاج آقا. اینکه کارگر اینجا همه از فامیلای خودمون هستن خودش نقش مهمی در کیفیت کارمون داره و یه جور همدلی خاصی در کارمون به وجود اومده و باعث میشه کمتر خسته بشیم و کارمون بهتر انجام بشه. 2 تومن و 3 تومن. 4 تا آقا محمد بریم. با توجه به کیفیت این بستنی و اینها دیگه هر جا که میریم مجبوریم به عنوان یه جور سوغاتی ما همین بستنی رو میبریم دیگه. و معمولا کاموادارهایی که میان اینجا برای زدن گندم و چیزهای دیگه برای سوغاتی از اینجا بستنی میبرن شمال. طوری بسته بندی میکنیم تا 8 ساعت باز نمیشیم بستنی. در دهستان رادکان با توجه به حضور میل رادکان و حمام قدیمی، یختان و امامزاده هایی که داره و ارگی که تازه ساخته شده گردشگران زیادی میان اینجا و اینجا حدود 45 سال قبل این تعداد مشتری رو نداشت. به مرور زمان مشتری همون تعدادشون زیاد شد با توجه به کیفیتی که بود بستنی استفاده که میکردن، همینطور خودش مشتری رو جذب میکرد و باعث رونق کارمون میشه.